نمونه از خیلی چیزای ایران، چه خیلی چیزاست توی ایران که با وجود استعدادهای فراوان، با وجود خلاقیت‌های فراوان، با وجود منابع طبیعی فراوان، اینا داره به هرز میره و یا اینکه خارجی ازش استفاده میکنه. آدو کیرو حرف جالبی میزنه، میگه لوس ها و بچه ننه ها تمام سینما رو فرا گرفتن و اونها ناآگاهی رو تا حد سبک ارتقا دادن، تا حد استایل، و فکر میکنم یه بخشی از سینمای ما یه همچین چیزیه به تشویق دوستان خارجیمون. یه ذره فیلمساز اینجا محدود میشه به خاطر اینکه به نظر من هر چیزی رو نباید فیلمساز، مثلا شاید نشون دادن صحنه‌های جنایت و قتل و فلان و اینا، ببین من آزاد هستم اینا رو نشون بدم، ولی من فکر میکنم همون چیزایی که ما تو فیلم سینمای آمریکا میبینیم، ولی نشون دادنش از لحاظ روحی برای من صورت خوشی نداره، یا مثلا خوشونه از سکس آنچنانی، به نظر من اصلا اینا نشون دادنش از دیدگاه من صورت خوشی نداره. من فکر کنم هر جای جهانم اگه بخوام فیلم بسازم حتما اینا رو رعایت میکنم. این این دیدگاه آزادی ذهنیت منه از لحاظ فیلم سازی ها. والا هیچ پیشبینی نمیتونم بکنم، یعنی ایران کشوریه که شما هر پیشبینی بکنید میتونه خلافش در بیاد، ولی جهت عمومیش یعنی دراز مدت، در دراز مدت راهی جز اصلاحات نیست. من خیلی خوشبین نیستم، ولی قانونن هر جامعه مدعی مردم سالار که برای هر کاریش رفراندوم رأی‌گیری ایجاد میکنه، برای رئیس جمهورش، برای مجلسش، برای چیزهای دیگر، اگر محافظه‌کارا به فکر باشن، به فکر حداقل بقای خودشون باشن، باید به حرف این توده عظیم جوونا که به هر حال باید تحصیل کنن، باید کار داشته باشن، باید خونه داشته باشن، میخوام زن بگیرن، میخوام بچه داشتن، بچه رو بزرگ کنن، باید به حرف اینا گوش کنن و یه سری آزادی ها و یه سری امکاناتی رو در اختیار اینا بذارن، و اینا به قول معروف نه تو مانی و نه من. فکر میکنم اگر به جوونها آزادی بدیم، آزادی بیان بدیم، بتونن کارهای شاخصی انجام بدن. اگر ازشون نترسیم، بهشون اعتماد، یعنی من میگم نترسیم، یومیم در واقع منظورم جامعه است، جامعه هم از مردم و دولت، اگر نترسن و به این نسل کمک کنن که حرفاشونو بزنن، هرچند اگر اون حرفا تلخ باشه، فکر میکنم اتفاقات خوبی بیفته. توی کشوری که 75% جمعیتش پایین 30 سال، پایین بعضی میگن 25 سال هستن و هیچ ارتباطی با این افکار دوگم و کهنه کسایی که یه سری حرفای خیلی کهنه رو دارن تکرار میکنن، نمیتونن برقرار کنن، هیچ ارتباطی نمیتونن با اونا برقرار کنن، راهی جز اصلاحات نیست. ولی من امیدوارم، یعنی من نمیدونم چیز پیش بیاد، امیدوارم که این اصلاحات خیلی به آرومی و به با مسالمت و با صلح پیش بره، رو بشنوه، صدای کشورهای دیگر رو بشنوه و تصویرشون رو ببینه و ترسی نداشته باشه از اینکه کالچر سنتیش یا اعتقادیش از هم بپاشه. و که یک جامعه صحیح و باثبات همیشه فکر میکنه که کالچر چیزی نیستش که بشه بهش تهاجم کرد، بلکه کالچر مثل یک موجود زنده، یک ارگانیسمی داره که از بیرون بهش چیزهایی اضافه میشه و از خودش چیزهایی اضافه میکنه به جهان بیرون. باید دولت مردای ما برسن به این درک از این موضوع که اصلا فرهنگ چیزی نیستش که بخوایم به زور در یک سطحی نگرش داریم یا سمت و سو براش تعیین بکنیم. دمت گرم. دادیر شدی؟ وقتی میبینم نزدیکانم که نوجوانن، در رو قفل میکنن و با دنیای امروزشون از طریق اینترنت
ارتباط میگیرن، در واقع معلوماتشون رو گسترده میکنن. خب این بچه، این نوجوان داره اعلام میکنه، داره قلمرو به خودش رو اعلام میکنه. اصلا مهم نیست که حالا خانواده، و وقتی در قفل میکنه داره اعلام میکنه که این قلمرو به منه و این وقت منه و من با اینترنت میخوام یه سری اطلاعاتی مثلا از سایت های دیگه، حالا اطلاعات علمی، مثلا یه موردایی که تو ذهنم هست. دقیقا کسایی هستن که دانش پژوه هستن، یعنی بچه هایی که اهل علم و اینا. از تلاش های انسانی به فیلم کشتی نوح ساخته سوراخ بابایت از تهران ارسال می‌کنم. مجوز نوشتن و تحقیق این فیلم یک دهه زمان برده. از آقایون اجازه میخوام چند لحظه صحبت کنم و تشکر کنم از یک عده‌ای که همراه اجتماعی بودن. اجازه میدید؟ او گاد، دی یونیک، دی مرسیفول، او لونلی لند، آی لوف یو وری مچ، دیس از اینف فور لونلی وومنز لایک می. تک یو فور مستر کریستوف بوفیل کانتونی. ببخشید دستم میلرزه. خانون نویسندگان ایران، خانون محترا و متقدین مجله فیلم، معاونت سینمایی آقای افتادی و داورا. اوه لونلی لند، آی لوف یو وری مچ. دستهایم را در باغچه می کارم، سبز خواهم شد، می دانم و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند.